من برای برخی از تماشاگران که احتمالاً با آقای دکتر محمد پروین چندان آشنایی ندارن توضیح مختصری میدم. ایشون از فعالان سرشناس حقوق بشر هستند در خارج از ایران در عرصه بین المللی. همونطور که اشاره کردم مدیر بنیاد تلاش برای نهادینه ساختن حقوق بشر در ایران هستند. در این زمینه فعالیت‌های بسیار زیادی در سال‌های گذشته داشتند، از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، در ارتباط با فراخوان‌هایی که از جوامع مختلف خواهان آزادی و حامیان حقوق بشر چه ایرانی چه غیر ایرانی و چه نهادهای مربوطه داشتند و مطالب و گزارش‌های مختلفی که در رسانه‌های خبری و گروهی مختلف چه فارسی و چه انگلیسی زبان ایشون آقای دکتر محمد پروین منتشر کردن. امیدواریم در برنامه‌های آینده هم با ما باشن. سلام میگیم به آقای دکتر محمد پروین در لس آنجلس. درود به شما و درود به همه هموطنان عزیز. خوشحالم که این فرصت رو به من دادید که به حال در این باره مسئله حقوق بشر نظرات خودم با هموطنان در میان بگذارم. آقای دکتر پروین، اجازه بدیم معمولا این سوالا رو شاید آخر هر برنامه میکنم، ما از همین آغاز این پرسش رو مطرح کنیم، چون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد الان در ژنو نشستای خودش رو داره ادامه میده. اساسا از سازمان های بین المللی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران چه انتظاری دارید و اساسا چه انتظارهایی میشه داشت؟ بله، خب سازمان های بین المللی قوانین خاص خودشون هر کدوم دارن، شرایط و به حال اهدافی که در طول سال هم تغییر پیدا کرده. ما تا در حال حاضر که ما میخوایم داریم بهش نگاه میکنیم، اهداف و نظراتشون برخودشون به مسائل حقوق بشر بر اساس همون قوانین موجودشون تا حدودی هم میتونه متفاوت باشه. به عنوان مثال، مثلا سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، علیرغم اینکه هر دوتا مسئله حقوق بشر رو در دنیا بررسی میکنن، یه مقداری تفاوت‌های اینجا اونجا هست که من اگه بشه اشاره بهش میکنم، برای اینکه برای کار ما هم مهم هست. و بنابراین انتظارات در چارچوب اون میشه داشت، و یا در حد اینی که خودم در برخورد نزدیکتر با این گروه ها سازمان ها اگه نظرات اصلاحی داره بخواد اینها رو به حال پیش ببره که در آینده تغییراتی در اونجا صورت بگیره. یه سری از سازمان ها بر اساس هم وظایف تعریف شدنشون مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح میکنن، دنبال میکنن و ایجنت اکشن به قول معروف درخواست حمایت فوری میکنن از مردم. مخاطبشون کماکان سران فرزند رژیم هست، منتها که من فکر میکنم منتها از اونجایی که این سازمان های بین المللی افراد غیر ایرانی رو هم ازشون کمک میخوان، این توسل به مقامات که من خودم شخصا از طرف جامعه ایرانی درستش نمیدونم، برتر ایجاد شک و شبهه میکنه، از طرف مردم دنیا یک مقاطعی میتونه مؤثر واقع بشه، یه مقاطعی که اون رژیم براش ارتباطش با دنیا و نگرش دنیای خارج بهش بر اساس اون شرایط سیاسی اقتصادی غیر مهم هست، دیدیم که اینجا اونجا اثراتی میگذاره. و بنابراین این اقدامات خیلی خوب هست. هر یک زندانی اگه یک روز از زندانش فعالیتی کم بکنه مثبت مفیده، یک حالا مسائل دیگه هم که به کنار این اثراتش. سازمان‌هایی هستن مثل سازمان دیدبان حقوق بشر که من در یه زمینه خاص حداقل فکر میکنم ما باید بتونیم اون رو الگو قرار بدیم، پاشون از این هیته به اصطلاح افشا و درخواست فقط توقف درخواست اینکه جلوی نقض حقوق بشر گرفته بشه یه مقداری فراتر گذاشتن. دبیر این سازمان آقای کنفرات سالها پیش، من فکر کنم 1988 بود که این مسئله تحریم هوشمندانه رو برای اینکه مسئله حقوق بشر رو بتونن واقعا متوقفش کنن، کم کنن و اعمال کنن مسئله حقوق بشر رو فرموله کرد. و در شهادتی که میداد ایشون در سنای امریکا این رو مطرح کرد. در طول سالها در زمینه کشورهای استبدادی این رو به کار بردن، و این جمله مثلا افریقای جنوبی، و الان هم در مورد مثلا دولت سودان رسما خواستار تحریم های مشخصی هستن که تعریف کردن به عنوان تحریم هوشمندانه که روی دولت ها این سرکوبگری ها فشار میاره. که ما هم، من همیشه بحثم این هست که ما یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم برای توقف نقض حقوق بشر نه فقط افشاش، این هست که بتونیم یک همچین نوع تحریمی رو در مورد ایران مطرح کنیم که متاسفانه
همون حتی سازمان دیوان حقوق بشر هم این مسئله رو به دلایل مختلف که حالا اگه احتیاج باشه شما بخواید و پیش بیاد فرصتی باشه من میتونم همینجا هم توضیح بدم، به مسئله ایران برخورد این مسئله رو در موردش مطرح نکردن. اما در حال مسئله اصلی مسئله ما هست که این خواست رو مطرح بکنیم و من مطمئن هستم این خواست که از جامعه ایرانی مطرح بشه، این به حال توهماتی که در مورد تحریم به خصوص از جانب حامیان این رژیم و لابیگرانش مطرح شده که تحریم رو که یک مسئله حقوق بشری هست کنار جنگ میذارن و مطرحش میکنن، که حتی یه سازمانی به اسم و این نام ایجاد کردن در دنیا انگلیس و امریکا کزمی، این رو بتونیم توهم از بین ببریم که واسه این توهم این سانکشن پیشنهاد من محمد پروین گروه مهر از یه زاویه هم حزبی و غیره بسیار نیست، این مسئله حقوق بشر هست و بهترین فرمش رو دیدبان حقوق بشر فرموله. دکتر پروین شما از تحریم صحبت کردین، اما خیلی معتقدن که این تحریم روی زندگی روزمره انسان ها اثر خواهد گذاشت، انسان ایرانی، مردم در داخل ایران، و بهانه‌ای به دست حکومت‌هایی مثل حکومت ایران میده که اون کمبودها ناتوانی‌های خودشونو زیر پوشش چنین تحریم‌هایی توجیه کنن. این رو چطور پاسخ میدید؟ بله متاسفانه همونجوری که گفتم این توهم در بین جامعه ایرانی وجود داره، حتی در بین مخالفین همین رژیم اسلامی وجود داره، منتها این توهم به اعتقاد من ایجاد شده و درست نیست. به همین دلیل هم من شروع کردم از این که چگونه دیدبان حقوق بشر به این مسئله نگاه کرده. دیدبان حقوق بشر و این مسئله سمارت سانکشن و یا من تحریم هوشمندانه ازش بهشو میبرم، دقیقا تعریف میکنه که چگونه تحریم هایی هست که روی اون حکومت شما میاد. شما به عنوان مثال من حالا یکی دوتشون میگم، نمیخوام همه این برنامه رو اینجا مطرح کنم. شما اگر ساز و برگ نظامی به رژیم اسلامی فروخته نشه روی مردم ایران فشار میاد؟ آیا اگر تجهیزات جاسوسی به این رژیم فروخته نشه به مردم ایران فشار میاد؟ تجهیزات موشکی و اتمی و غیره به این رژیم فروخته نشه به مردم فشار میاد؟ جلوی اختلاس و دخالت‌های سپاه پاسداران و بنیادها در اقتصاد ایران گرفته بشه با شناسایی اینها مسدود کردن حساباشون به مردم ایران فشار میاد؟ همون بخشی هست که الان به دلیل برخوردهای بین جناحی خود اینها هم شروع کردن که چگونه تمام این به حال به اصطلاح بخش خصوصی و یا به اصطلاح اقتصادی که قراره مثلا دست بخش خصوصی باشه این دولت میچاپه اونها رو، جلو اینها رو گرفتن به مردم ایران فشار میره. تحریم هوشمندانه دقیقاً مواردش رو تعیین میکنه و دونه دونه، مگه اینکه کسی اینها رو چالش کنه بگه نه این نوع کار جلوی سپاه پاسداران و نفوذش در چیزای اقتصادی گرفتن به مردم ایران فشار میاره، خب من اینو میپذیرم. اما به هیچ عنوان همچین چالشی نشده. گروه هایی که در این زمینه این توهم رو به خصوص دامن زدن گروه های حامی ارتباط بدون قید شرط رژیم اسلامی بودن، گروه های لابیگر بودن و اونها هستن که این رو بدونه که توضیح بدن مسئله تحریم رو با توجه به مثلا تحریم های عراق، نمیدونم کوبا، اینا که به اون هیچ عنوان این المان ها درش رعایت نشده بود، میگن روی مردم فشار میاره. تو عراق به عنوان مثال یه دوره توی بیمارستان دکترها کاغذ اینی که نسخه بنویسن نداشتن. ما هی همچین تحریمی رو نمیخوایم و دنبالش رو نمیکنیم. آقای کنت راست هم دیدبان حقوق بشر همچین چیزی رو مطرح نکرده و بنابراین به هیچ عنوان. البته طبیعتا یه مقداری چیزهای کناری هزینه برای مردم داره، هر نوع مبارزه ای در داخل ایران هزینه داره، هزینهش روز به روز. ببین الان خانم الهه هیکس چه مردن، شما خودتون برش مردید، افرادی که میرن زندان اعدام میشن بها میدن برای کارشون. خب یه بهای حداقلی رو یا تا اونجایی که خود مردم تعیین میکنن رو میدن و یه جاهای حساس ترش هم شاید بیشتر بخوان بها. خب من یه پرسشی دارم از شما. بله یه پرسشی من دارم از شما. خب این تحریم ها تحریم های هوشمند و موارد مشخصی رو شما اشاره کردید. بله من میخوام فقط به تفاوت برسم، یعنی تفاوت بین مثلا کشورهایی مثل کوبا، کره شمالی و ایران، یا ملتهایی مثل کوبا، کره شمالی و مردم ایران. این تحریم ها درباره کشورهایی مثل کوبا عملا هست، در مورد کشورهایی مثل کره شمالی هم هست. آیا منجر شده به رعایت حقوق بشر در قلمرو دولت های این کشورها؟ که بستگی داره که سوال بسیار خوبی هست. بستگی داره که حال هوای سیاسی و مبارزه و شکل برخورد مردم با حکومتشون چه باشه.
ببینید این مسئله تحریم هوشمندانه سل بداهه همه خودش ایجاد نشد. از اینجا ایجاد میشه که ما میگیم که با یک سیستمی مواجه هستیم که نقض حقوق بشر در قانونش نهادینه شده. این چنین نیست که اینجا اونجا در همه دنیا نقض حقوق بشر میشه. مردم از اون قوانین اونجا، از التزاماتی که اون سیستم ها دارن به مسائل ایده های جهان شمول قانون بشر استفاده میکنن، جلو اون تخطی ها رو میگیرن. اما در داخل ایران رژیم اسلامی، نکته که باید بهش توجه بکنیم این است که نقض حقوق بشر قانونی هست، مستتر هست، نه مستتر، نص صریح قانون اساسی هست و ملحقاتش قانون تعزیر و غیر و اینها. مردمی که با این از طریق نافرمانی دارن برخورد میکنن میدونن که این در بیا فهمیدن دیگه بعد از این تجربه‌ای که کردن بالا و پایین و اصلاح طلبی و سردار سازندگی و غیره، که این تغییرات حق و حقوق اولیه‌شون رو گرفتن در حد این هست که کلیت این سیستم رو که دخالت دین در دولت هست رو بتونن اونجا از بین ببرن. یک بایهن یک همچین شناختی هست که مردم میخوان این بازوهای قدرت رژیم رو ازش بگیرن. و ما در این چارچوب هست که نگاه میکنیم ببینیم مسئله تحریم کجا جا داره. آیا در چارچوب مبارزاتی که مردم مدران انجام میدن که متفاوت هست با مبارزات کوبا، متفاوت هست با مبارزاتی که در کره شمالی انجام شده داره میشه، مردم ما 30 سال هستیم که رژیم میدید که با کمک سپاه پاسداران و نیروی نظامیش و طبقات مرفه در داخل ایران و تکنوکراتش و این لابیگرها خودش رو میخواد سرپا نگه داره، لرزان نگه داشتن. علت زیاد اعدام ها مقاومت مردم ما هست، برای اینکه به این رژیم نگفتن. این تفاوت هست بین رژیم، بین مردم ما، حرکتشون و مقاومتشون با جاهای دیگه. این حرکت رو که حرکت نافرمانی هست، جایگاهش رو وقتی یکی از موانعش این هست که مردم ما داخل ایران اگر خانه نشینن، یه اکثریتشون به فعالان ما هنوز نمیپیوندن، اینه که موانع سر راهشون رو هوشیارانه نگاه میکنن، میبینن این سیستم هست، سیستم جهنمی و دنیایی که میخواد با این ایجاد ارتباط بکنه تحت قوانین مختلف، که ماکسیموم شرطی که گذاشته شده اینه که تو تعلیق غنی‌سازی رو انجام بده یا برو غنی‌سازی تو روسیه انجام بده. دیگه مسئله نقض حقوق بشر در ایران اگه بگه بله این رژیم اسلامی مطرح نیست، مردم ما اگه ببینن که آزادی زندانیان سیاسی ما هست که یکی از شرطهایی هست که کنار تحریم‌ها قرار میگیره، اشکال این تحریم‌های موجود الان این هست که مسئله نقض حقوق بشر درش راهی نداره. درسته مسئله اتمی بسیار بسیار مهمه، منم باهاش موافقم. ما باید سعی کنیم که از زاویه همین برخورد به مبارزات مدنی مسئله تحریم هوشمندانه رو بگذاریم و مشروطش کنیم به توقف نقض حقوق بشر در ایران، در صدرش آزادی زندانیان سیاسی، چیزی که در افریقای جنوبی. خانم هیکس، این گزارشی که منتشر شده بر اساس اظهارات آقای عباس پالیزدار از مسئولان پیشین و احتمالاً کنونی در جمهوری اسلامی ایران، حکومت انقلابی اسلامی ایران، درباره موارد فساد، فساد مالی، اخلاقی یا هر نوع فساد دیگه، به هر حال ایشون اسم بردن از افرادی مثل آیت الله رفسنجانی، آیت الله امامی کاشانی و کسان دیگه، آقای حبیب الله عسکرولادی مسلمان، محسن رفیق بود و افراد بسیار زیادی. از جمله ایشون اشاره کردن که خرج هندوانه‌ای که به اسب‌های یکی از دختران آقای رفسنجانی داده میشه در روز 100 هزار تومان در روز، یعنی معادل حدود 100 دلار یا 100 یورو شاید، که به هر حال خرج بسیار بالاست. خب پرسش من این هست از شما که آیا فساد مالی مسئولان یک رژیم یا یک حکومت در هر جای دنیا که باشه، این نقض حقوق بشر به حساب نمیاد؟ چرا که اگر فسادی هست، حیف و میلی هست، طبعا حقوق کسان دیگری ضایع میشه. یعنی به احتمال اگر درست باشه این که اسبهای دختر آقای رفسنجانی روزی 100 هزار تومان هندونه میخورن، خب طبعا حق بانو و بانوان محترم و مردم محترم بقیه نقاط ایران مثل زاهدان، سیستان و بلوچستان که در گرمای بالای 50 درجه آب خوردن ندارن، این حق اونا آیا ضایع نمیشه؟ منظور من اینه، فساد خودش نوعی نقض حقوق بشر نیست؟
به طور قطع آقای چالنگی، فساد و به خصوص فساد در دستگاه‌های دولتی ایران که به طور گسترده اعمال میشه، نقض واقعا فاحش حقوق بشر هست به شمار میاد. صرف نظر از گزارش‌هایی که این گزارش که شما اشاره کردید، فقط کافی هستش که در دو سه سال گذشته به تظاهرات معلمان فقط برای دستمزد پرستاران، کارگران، زندانی شدن آقای اوسانلو فقط به خاطر یک خواستن یک اتحادیه کارگری برای تقاضاهایی که مطالبات واقعا معیشتیشون اونها خواستن و سرکوب اونها، نشون میده که چقدر فساد در داخل ایران گسترده هستش و به هر حال در تمام رده ها، حتی اگر شما از صرف نظر از مسائل فقر گسترده‌ای که در داخل کشور مشاهده میشه و مقامات حکومت هیچ برنامه‌ای ندارن، علی‌رغم به هر حال درآمد هنگفتی که این حکومت از افزایش قیمت نفت داره، شما گرسنگی، خط فقر و به هر حال فساد گسترده، معذرت میخوام، اعتیاد گسترده‌ای که حتی طبق رسانه‌هایی که در داخل کشور هست بین بچه‌های مدارس ابتدایی هم اعتیاد گسترده شده، دختران خیابانی، قاچاق زنان و کودکان به کشورهای همسایه ایران، همه اینها به خاطر این هستش که فساد در تمام سطوح این حکومت گسترده هستش و کاملا مشخصه که نقض حقوق مردم هستش، به خاطر اینکه در هیچ گونه از این زمینه ها، در هیچ زمینه ای مقامات حکومت اسلامی برنامه ای نداشتن که جواب بدن، پاسخ بدن حقوق کارمندان، حقوق کارگران، سوختن کارگران در یک کارخانه در دو هفته های گذشته که حتی وجود آتش خاموش کن وجود نداشته، در اون ناحیه نداشته. تمام اینها نشون میده که چقدر فساد گسترده هستش در تمام زمینه ها و اینکه دولت و مقامات حکومت همگی از پایین تا بالا همونطور دست دارن در نقض حقوق بشر و در واقعا در جنایتی که علیه مردم حکومت میشه. همه اونهایی که به هر حال اسمشون در این گزارش هست یا اسمشون نیست ولی به هر حال پست و سمتی دارن در این که مردم ایران به طور روزمره حقوقشون دائم ساعت داره واقعا نقض میشه، همه اونها مقصر هستن. آقای دکتر پروین، تحلیل شما رو میشنویم با توجه به این گزارش که مطمئن هستم شما این گزارش رو مطالعه کردید، آیا واقعا همینه؟ فساد مالی، فسادی که آقای پالیزدار علنی کرده، بخش بسیار کوچکی از اون رو به گفته بسیاری از مفسران و اوضاع ایران، این نقض حقوق بشر به حساب میاد؟ بله، ببینید این برخوردهای و رقابتهای بین جناحی مسائل رو در طول این دوران سلطه رژیم اسلامی آشکار کرده. اولین بار حدود من فکر میکنم بین 15 تا 20 سال قبل در داخل بنیاد متصفان در سطح ریاستش اختلالات و اشکالاتی بین افراد مختلف در گرفت و اونجا مسئله بنیادها پیش اومد. آکسفورد آنالیتیکا یک کار تحقیقی انجام داد روی مسئله بنیادها که این در روزنامه ایران امروز یا ایران فردا اون موقع نشریه چاپ شد به فارسی که الان البته درشو بستن و نشون میداد که آمار ارقامش هست توی وبسایت ما هم هست که چگونه 65% از اقتصاد ایران کنترل میشه توسط نهادی که به هیچ جا پاسخ نمیده مگر به ولی فقیه، که شما اگر نگاه بکنید میبینید به صورت یک دولت عمل میکنه، وزارت خونه داره، اصلا قسمت دریایی، قسمت صادرات، قسمت واردات، معدن، غیره و غیره. این مال 20 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، حدود 18 سال پیش، که نشون میداد که این اقتصاد بخش‌های به اصطلاح خصوصی، ما چالش کردیم اینجا سنای امریکا رو اینجا که اگر شما مسئولیت ایجاد بکنید اون بخشی که در داخل ایران به عنوان بخش خصوصی میگید کسانی هستن که حاضرن بیان اینجا شهادت بدن که هیچ نوع معامله خارجی نیست که بخواد انجام بشه و با از به اصطلاح این بخش بنیادها چیز نباید بگیره، مهر تایید نباید بگیره به خودش، یعنی روی اونها هم اثر دارن. بنابراین این بخشی که حالا این آقای پالیزدار مطرح کرده واقعا در همون چارچوبی هست که حداقل من و ما بهش آگاه بودیم و این نشون میده که اون وقت فشاری که حالا روی طبقات مختلف به خصوص طبقات زحمتکش ما هست چه حدی هست و معلول چی هست، کجا هست که دیگه زیر اون فشار جهنمی 12,000 نفر از کارگران کوره پزخانه ها
در همین آذربایجان غربی من انتظار داشتم که دوستمون یه اشاره به این بکنه، اعتصاب میکنه. کارگران هفت تپه جانشون وقتی که زیر اون واقعا فشار دیگه به لبشون میرسه هست که دیگه صرف نظر این که چه بلایی به سرشون بیاد این اعتصاب ها و اعتراضات رو نشون میدن. واقعا این فشار مالی، کمبود کار، گرسنگی از بالاترین حقوقی هست که این رژیم حقش از مردم ما گرفته و ما متاسفم و متاسفم که همه ما داریم خیلی کوتاهی کردیم در دفاع از نقض حقوق بشر، از دفاع از کسانی که واقعا ظلم مضاعف روشون هست و این حق اولیه برای شیر شدن شکمشون رو این افراد و این اختلاسگران اینجا گرفتن. زدن آقای دکتر محمد پروین، از شما میشنویم که چرا در ایران روند اعدام ها رو به افزایش گذاشته شده و ایران به مقام دوم رسید از نظر اعدام شهروندان خودش به هر جرم یا اتهام یا اتهامات واهی؟ ببینید، شما در همین توضیحی که دادید قبلا گفتید که این رژیم مدعی دفاع از حقوق بشر هست. این بستگی پیدا میکنه که من فکر میکنم این هست میگه و منم توضیح میدم که چرا هست. بستگی به این هست که مسئله حقوق بشر چگونه بهش نگاه میکنیم. دنیای متمدن همونطوری که گفتم مبانی جهان شمول رو مبنا قرار میده، در بین قوانین خودش جا داده و رعایت از اونها هست که مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه. این سیستم حاکم بر ما این هست واقعا جان کلامی که ما بهش توجه کنیم. این سیستم حاکم بر جان و مال مردم ما مسئله رو از زاویه مبانی جهان شمول نگاه نمیکنه. همه این قوانین و مقابل نامه ها و غیره اینا رو احتیاج هم داشته باشه برای تبلیغات اینا امضا میکنه. قانون مثلا ضد شکنجه رو میتونه امضا بکنه، قانون رعایت کودکان امضا کنه، منتها قانونی که حاکم بر سیستم مملکتی هست قانون شریعه هست، قانون اساسیش هست. اونها هم برای نقض حقوق بشر نیست که آدم میکشن، برای اصلاحشون هست. از این زاویه هست اون سیستم شکنجه میده، از اون زاویه هست که اون سیستم آدم میکشه، از اون زاویه هست که امثال آقای بروجردی چیز مذهبی هم داره، اما وقتی که نمیگه به اون سیستم، به همین سیستمی که من الان دارم تعریف میکنم، توش تو زندانه. به همین دلیل هم هست که هر نوع برخوردی به این بعد با این باشه. و اگر نهادهای حقوق بشری و اگر سازمان ملل میخواد فردا بشینه بگه خیلی خوب یه مفسرم بره اونجا، بعد سر به اصطلاح بازبین بحث و سوال بر همین هست که گزارش وقتی داد فین گفت که این مسائل اولیه حقوق بشر رو باز هم بعد از 30 سال داره رعایت نمیکنه، آیا باز با نامه نوشتن خواهش از آقای خامنه ای این هست که میخوایم اون رو عوض کنیم یا نه یه تنبیهی باید بگذاره دنیای آزاد کنار اون که اگر تو بر اساس این قوانینت آدم میکشی و این آدم کشی رو رعایت حقوق بشر و اصلاح انسان ها میدونی، این در چارچوب دنیای متمدن جا نداره و تو جا نداری برایش مهلت قائل بشه، برایش تنبیه های مشخص بگذاره، اون وقت هست که این مسائل ممکنه به جایی برسه. وگرنه باور کنید، من میدونم این رو بعضی ها شاید خوششون نیاد، این اقدامات لازم هست، خوب هست در جهت اونی که بخواد یک تنبیهی برای این سیستم قرار بده. وگرنه تعریف و بازگویی صد صفحه‌ای گزارش فرتون سازمان ملل فردا چه دردی رو فکر میکنید از زندانیان ما، این کارگران تپه، کارگران اینجا اونجا در اعتصاب و اعتراض برای اولین حقوق خودشون ایجاد خواهد کرد. وقت این نمیگذاره این رژیم برای این مسائل، برای اینکه حقوق بشر رو چیز دیگه میدونه. هیچ کسی در دوران واقعا خودش بیشتر از خمینی پایه‌گذار سیستم اسلامی لغت حقوق بشر ازش استفاده نکرد. بنابراین این به تنهایی کافی نیست که ما بگیم این مسئله حقوق بشر رو افشا میکنیم و محکوم هم حتی میکنیم. خب محکوم به چه معنا هست؟ دنیا چگونه میخواد این رژیم رو محکومش کنه؟ زبانه شما وقتی که میگید دنیا چه، ببخشید کمتر از یه دقیقه وقت داری، ولی وقتی که میگید دنیا منظورتون چه تصویری از دنیا در دسته؟ ببینید سازمان ملل بسیاری میدونم که میگم ده. که چیز هست، ملزم میدونه خودش رو به این مبانی جهان شمول حقوق بشر که کشورهای اروپایی، امریکا و غیره این التزام رو دادن. بنابراین ما انتظار داریم از اینها نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، در کنار همدردی زبانی و اعلامی دادن ملل زندانیان ما یک کار اساسی هم انجام بده. آقای دکتر پروین، سازمان ملل بخش بزرگی از اعضایش نقض کننده حقوق بشر هستند، چرا باید توقع داشت حل کننده باشه؟ نه، من معتقد نیستم که حل کننده است.
اما معتقد هستم که میشه فعالیت کرد برای اینکه اون سازمان هم اون نهاد هم متحول بشه و نهادهایی که دولتهایی که ناقض حقوق بشر هستن نتونن برن توی کمیته حقوق بشر جا بگیرن. اینها ببینید آیه چیز نیست حضور و وجود و قوانین این سازمان ها، همچنان که سازمان ها متحول شدن. نهاد حقوق بشری سازمان عفو بین المللی ایجاد شد برای دفاع از یه زندانی سیاسی، الان ببینید چیکار میکنه. نهاد شورای امنیت هم و سازمان ملل هم باید متحول بشه و ما در درجه اول این انتظار متعال از کشورها داریم، از دولت‌ها داریم که قدرت‌های اجرایی هم دستشون هست، میتونن جلوی منافع به هر حال مالی کمپانی‌هاشون رو بگیرن و از این طریق تنبیه قائل بشن برای ناقضین حقوق بشر در ایران. سپاسگزار هستیم آقای دکتر محمد پروین که با ما بودید در لس آنجلس. با سپاس از شما خانم الهه هیکس که در نیویورک با ما بودید در نزدیکی سازمان ملل متحد. خانم الهه هیکس عزیز با سپاس و عصر بخیر به شما در نیویورک و همینطور آقای دکتر پروین. سپاسگزار هستیم آقای فضائل عزیزان در آنکارا و آقای رشید اسماعیلی در تهران. تا لحظات دیگه به ایمیل های شما عزیزان میپردازیم.